بینرانی خوشویسی تلویزیونی اسکرا هم لخمت تانا بو برنامه اکتر لبرنامه کانی روزانی جمعه لبرنامه او رو جمعه 19 بهمن مانک کومالک خبر و رویداد هیکا بیکو قصو باسی لیکی اولین خبری دلتزین اویه که اخیران یا دو روز لو پیش عفی بین الملل اعلامی کردوه که گوره کی دست جمعی لد نزدیکی شاری قروه یا دوروبری قروه پیا بوه که ترمی 20 نفر لزندانی سیاسی عقیدتی که زوربیان لکردستانن لوی اعدام کراونو لو گوره دست جمعیه بخاک سپرد راونو ایسه پیا بوا خبر که زور دلتزینه البته ما بو ایمه لمردمی لیرانه شتیکی ناشنانیه گورهای دست جمعی کم نین لسلوات آواهای لقروه پیا بوا کرماشان ده ها فعالی سیاسی اعدام کراون که تعدادی کانش ده قبرستان کانیان مشخص نیا و خاوره که نمونه ای که برجسته اعدام های سال کانی 62 تا 67 قطعا ما زانین جنایتی رژیمی تبهکاری جمهوری اسلامی دانو دوان نیا، هزار نیا، ده هزار نیا، اعدام کان آتبان صد هزارا و هر بمو اعدامانا بم صد هزار اعداما توانویا ده سلاتی خوی حفظ کا پیا کردنی گوری دست جمعی قروه وشتاری کی تره بو ایما که جنبش که ایستا کوت و سر ره جنبش دش به اعدام و نبه اعدام که او روزانه لهمو وقت قدرت منتر بوا موردی حمایت و هاوکاری و همراهی کوملانی خلق لایرانه لزندانکانه لدروی ایرانا لکشوگه اروپایی کانادا امریکا استرالیا قراری گرتوا جواب ایما بو ام جنایتانا و بو ام سرنگونی کردنی او رژیمه که ام گوره دست جمعیانی دروس کردوا مبارزه تا سرنگونی و ایما بخوشی و انقلابی جنجیان ازادی من پشتر ناوا که پری بولا دستکوتگاهی که زور گرینگ جوابی ایمه اویه که ام شورش ام جنبشه قوی بکن و بسرنگونی جمهوری اسلامی ایمه اتوانین ایتر گورهای دست جمعی اعدام کان دستگیری نبینی هر ایستا صدها نفر زندانی که این موادی مخادر زندانی سیاسی به شیوه های مختلف زندانی عمومی که هم رجیر تیغی اعدامه اعلامیان کردوه که همو سه شمه یک اعتصاب کن تا لغوی مجازات اعدام و توقف اعدام کن جوابی ما و یک ام جنبشانه که جنبش علیه اعدامه به حس کن بده صلاتی بکن و تا او جگل توان مانه های به هر شیوه ایکی ممکن هر فراخانه دش به اعدام درید بشتاری بکن اگر مولاتان با اول او ویدوه که للاین عفی بین الملل و لقروه پیابوه ویدویان لگرتوه به یکو بیبینی
خبرك تلك مربوطة با أو روجانا جنبش عليه آدم هرچی زورت پریسند و لکشورهای جور او جوری کانادا، امریکا، اروپا، استرالیا کارزاری جهانی نبی آدم اعلام موجودیتی کردوا زیادتر 800 نفر لکنشگری سیاسی و هروا زیادتر 100 نهاد کارزاری جهانی نبی آدم یان دروس کردوا و ده ها تظاهرات لزیادتر دکشورا برگزار بوا اعتصابی زندانی وین لحمايد لا شعاري نبي آدم و دها ابتكاري تر بوجوداتوا فزايكي عمومي كوملايتي لناو جامعانو بشهاي جورا و جوري جامعة و نهاد كان بوجود هاتوا كا بياني هايكي زوريان منتشر كردوا انتشاريان بيانيانا زور مهمة لتحكيمي تحكيم وتقويتي جنبش عليه إعدام لو أنا بياني شوراي هماهنجي تشكل هاي سنفي فرهنجيان إيرانا بنونا بإعدام أم شورا إعدام كان محكوم كردوا وتوي إعدام كان عملكي غير إخلاقية غير إنسانية غير عقلانية و اعدام کان همیشه اعمال اراده جماعتک و که حاکمانی هر مملکتک اوات برو که اعمال این اعدام شنیعترین قتل حکومتی هر درجه لم اعدامان زورتر بیانیان زورتر بی هر درجه لم بيانيانا و دجبة إعدامة زورتر بي قطعا فزاي اعترازي لجامعة زورو زورتر بيت تيب كوشين لناو نهاد هاي مدنية نهاد هاي حقوق بشرية لناو محافلي كارگرية لناو جمحة و اعترازاتي كارگرانا معلمانا بازش تستگانا و لها دانشكو كارنا دانشجوەکان بە تایبەت لە هەر کوێ ئەتوانین شعاری نەبێ ئێدام بکەین بە ئاڵایەکی ئێترازی و لە هەموو جێگێک لە هەموو ئێترازاتێک ئەم شعارە بەرز بکەینەوە هەر وەکو ئەم تەجروبە کە شۆرای هەماهەنگی تەشەکولهای سنفی معلمان بناوی نەبێ ئێدام منتشریان کردووە خودی ئەمە ئەقدامێکی زۆر مهمە و داواتان لیکی لکردستانا ام امکانا وجودی هیا که لاعترازاتا لمبارزاتی کوملایتیا لتجمعکانا همو جیگه به شعار نویسی شعاری نبا اعدام بکیم با گفتمانی کی سراسری و بکیم با حلقه ایک بو تجمع بو راپیمایی بو اعتصاب و اعتراض تا بتوانین جامعه لدستی ام رژیمی رشا و اعدامه رزگار کنید. مسئله ای که ترک برزن مسئله ای که سرکی هورا مربوطه با شرایطی استا جواب با فراخانه یکا خانواده اعدام شدگان به تایبت او چوار اعدامیه محمدی فرامرزی محسنی مظلوم وفا آزربار و پجمانی فاتحی اعلامیان کردوه خب ام عزیزانه لزندانی قزل حسار به شیوهی که جنایتکارانه اعدام کرن
جنازه كانيان وترمي بيجانيان بمن مالكانيان بخانوادين بدايكو باوكيان بكسوكاريان بداخوة تحويل ندراو يكجار اوانيان اعدام كردوا ويكجار تواو احساساتو زندگي دايكو باوكي ام عزيزان اعدام بون نك فقط دايكو باوكيان اوان وهان لدورو بدان نك اوان جنبشكي گوري دادخاهي لسطح سراسري ايرانا وكردسانا ووجودي هيا وإيما هزاران هزار عزيز مان لدستاوا إعدام أكريا أم عمل الشنيعة أم عمل الزد إنسانية كحتى عزيزة كان إيما إعدام أكريا ولي جياني بترمي بجياني أوان تحيل ما نادا لهيش رجيمة كان سابقين أبوا حتى لدوري هتلرا دوري بينوشا كوري دست جمعي بولو دوام مردم زانوي أنا چون كورو دست جمعي كان بالاخره جنازة كان يام بيها كدوا الليلة لإيراني تحت حاكمية جمهورية إسلامية أيام بن أيام كوجن وترمكان تحيولي بن مالكان يانا عنو إما لفراخاني أم خانوادانا كان فراخاني كي إنسانية إخلاقية إحساسية مربوطة بالتواوي الزنديان بدلوغيان تاو جيغاتانين حمايات بكين بهر شويك ممكن لكنار يانابين وبن وسيلة جنبشي داد خاهي كجنبشي كي كاملا زينو ولا ستي ايرانا ولا كردسانا بهيس بكين انام جنبشي داد خاهي ما تلبو كخانواده كان فراخان بدان لروجي دايبه مانا لقل اعتصابي كردسانا هاوكات چون بولاي خانواديم عزيزانا لديكولان لكاميران لبوكان لمهابات لبيتوش لسنا وجيغرتر لكاميران چون آواي ألك جيكا بنمالي بجماني فاتحي بو لويلة غليا هاو دليان كرت إساش لخاستو مطالباتي متاسفانه مطالبه کی زور سنگینه که او خاصیانه یک تر مکان یم پی بدنه و حمایت کین جنبشی داد خواهی له هر کی کیا ابي اما حکومت سلی خو بزانید و لکناری ام خانوادانا و جنبشی داد خواهی بیستی سلام علیکم من دایچی محسین مظلوم كوري من بدستي دولتي اعدام كلات هاري غنوي بهمانيا الحانش خواهيش مندم اقلا ينزق مكانك ينزق نازك في ممر لها دقاج بخاتري عالمي شيخ خانواتك يخوما زوروا لي ممنون سلام عزتا من افساني يسلم دايك الشهيد فجمان فاتحي نوي بهمان جمهوري اسلامي كراكمي اعدام كردية اسا دعوات همي كراكمكا چونکه او کرما اشیا قبر و نامو نشانی که به دعایی که نشان سبح کریبم در کنار ماریا محمودی عزیز هستیم همسر دادخواه محمد فرامرزی ماریا عزیز شما در این کنفرانس راجع به خواسته هات صحبت کردی گفتی قبل از اعدام محمد فرامرزی خواسته هایی داشتی بعد از اعدامش خواسته هات متفاوت شده برای بینندگان تلویزیون کانال جدید خواهیم راجع به این خواسته هایی که الان در این مقطع زمان داری صحبت بکنی سلام و درود بر شما بینندگانتون من به عنوان همسر جاویدنا محمد فرامرزی قبلنا هفته‌ای پیش از تمام مردم سازمان‌های ملل درخواست جان همسرم و دوستانش کردم ولی امروز تقاضام یه چیز دیگه است میخوام پیکر بیجانشان رو پس بگیریم میخوام ما رو حمایت کنن تا بتونیم پیکر اون عزیزان رو پس بگیریم تا خانواده‌هاشون مزاری داشته باشن برای دل آرامی خودشون و از دولت مردان اروپایی میخواییم که مماشات با جمهوری اسلامی را کنار بگذارند تا این حکم برکنار بشه نه به اعدام را برکنار بکنند فقط اونا میتونن
روبروی جمهوری اسلامی بیستن که مماشات را کنار بگذارید. اینا حرفای من هستند. خیلی ممنون. بیان عظیمی، همسر دادخواه پژمان فاتحی اینجا در کنار من هست. میخوایم راجع به خواسته شما صحبت کنیم. بیان عزیز، شما در این کنفرانس روی یک مسئله دست گذاشتید و اون تحویل پیکر همسر شما زنده یاد پژمان فاتحی و سه زندانی سیاسی دیگر که همزمان با هم اعدام شدند. رو به بینندگان تلویزیون کانال جدید بگید که این خواستتون رو میخواید کیا بشنون، رو به چه کسانی این خواستتون رو مطرح کردید؟ بله، سلام و درود بر شما. من بیان عظیمی، همسر پژمان فاتحی، که جمهوری اسلامی بعد از 4 روز اون را با 3 عزیز دیگر اعدام کرده و جمهوری اسلامی برای همسرم پژمان و این 3 عزیز دیگر آنها را زیر سخت‌ترین شکنجه، اعتراف اجباری، آنها اصلا حق وکیل نداشتند، خانواده ها اصلا به پرونده اینها دسترسی نداشتند و جمهوری اسلامی آنها را اعدام کرد. و من از اینجا، هرچند که سازمان ملل و حقوق بشر آنها که همکاری کردند، ولی متاسفانه همکاریشون خیلی خیلی درصدش پایین بود و الان من از این تریبون از آنها خواهش میکنم، از آنها تمنا میکنم که جمهوری اسلامی حتی از ترم فرزندان ما میترسد، ترم این 4 عزیز را به ما تحویل نداده است، حتی خانواده ها ترم ها را ندیدند. جمهوری اسلامی با این ترم ها میخواد چیکار کنه؟ واقعا میخواد با آنها به کجا مثلا برسد که ترم عزیزان ما را پس نمیدهد؟ اینقدر از ترم عزیزان ما میترسد. من از اینجا از سازمانهای حقوق بشر که برای نجات جان آنها هیچ کاری نکردند، الان از آنها خواهش میکنم صدای ما باشند که تا من بتوانم ترم این عزیزان را از جمهوری اسلامی پس بگیریم. چون من بچم اصلا ندونسته که پدرش را اعدام کردند. من الان میخواهم اگه واقعا بچم بفهمه، من بگم که ترم پدرش کجاست، آرامگاه پدرش کجاست. من از این تریبون ازشون خواهش میکنم این جنایت دیگه دست جمهوری اسلامی، دیگه این جنایت بس است که جمهوری اسلامی ادامه میدهد. این نقص حقوق بشریه که جمهوری اسلامی داره انجام میدهد. نذارن این جوانان ما حداقل که اعدام شدند ترمشونو از جمهوری اسلامی پس بگیریم. نه هر فقط پژمان، هزاران عزیز دیگر هستند که جمهوری اسلامی ترمهاشونو بردن و پس ندادند. و من از شما خواهش میکنم که به داد ما برسید، به داد خانواده ها برسید، حداقل یه آرامگاهی جای خودشون باشد که خانواده ها بتوانند سر قبر آنها بروند و یه آرامشی پیدا کنند.